صبح تا شب پشت گوشه قصه جور و ستم و ظلم دنیا قصه آخر نرسیده تو رو میخواد تو رو میخواد تو رو میخواد چی بگم تو رو میخواد تو رو میخواد تو رو میخواد همونطور که میدونید بیشتر از یک سال هست که ویروس کرونا یا کووید 19 زندگی مردم کره زمین رو دگرگون کرده و تاکنون جان چندین میلیون تن رو گرفته. با پیشرفت علم پزشکی اما واکسن این ویروس کشنده به سرعت ساخته شد و اینک اکثر کشورهای جهان در تلاشند تا مردم خودشون رو به سرعت واکسینه کنند و از شر این ویروس مزاحم و انواع جهش‌یافته اون خلاص بشن. در ایران آخوندزاده اما سایه سیاه و غلیظ کرونا همچنان بر سر مردم ما سنگینی میکنه و تاکنون صدها هزار نفر جان خودشون را از دست دادند. همه میدونیم و واقفیم که کرونا مانند یک نعمت تونسته حکومت خامنه ای رو از سرنگونی دور کنه. اما آیا کرونا سود اقتصادی هم برای حکومت داشته؟ و سوال اصلی این است که آیا میشه با کرونا جلوی شکمهای گرسنه رو گرفت؟ در این شرایط چه باید کرد؟ این هفته در خدمت دکتر حسین جهانسوز دارای دکترای رشته بیوشیمی و فوق دکترای رشته شیمی دارویی و عضو شورای ملی مقاومت ایران هستم. سلام میکنم خدمتتون دکتر حسین جهانسوز. آقا جهانسوز میگن ماهی رو هر وقت عذاب بگیری تازه است. منم هرچند دیره ولی سال 1400 رو بهتون تبریک میگم و امیدوارم که این سال و قرن جدید رو هممون با شادی و تندرستی و نتیجهش این بشه که ایرانمون آزاد بشه و آزادی ایران رو ببینیم. خیلی هم خوشحالم که باز فرصتی دست داد تا در خدمتتون باشم. به رادیو ایراوا هم مثل همیشه آقای جهانسوز خیلی خیلی خوش آمدید. منم خدمت شما سلام عرض کنم، همینطور خدمت شنوندگان گرامی شما و هموطنان عزیزی که معتقد به سرنگونی این رژیم جنایتکار ولایت فقیه هستند و به خصوص کانونهای شورشی در ایران که واقعا خواب را از چشمی آخوندهای جنایتکار رو بودن و امیدواریم که بتونن با حمایت مردم این رژیم رو سرنگون کنن. حتما همینطور خواهد شد. دکتر جانسوز اگه موافق باشید بخواستم با این سوال بحث رو شروع کنیم که فرق بین ویروس کرونا با کرونای انگلیسی یا انواع جهش یافته دیگرش که این روزها خیلی توی رسانه ها مطرح میشه چیه و قدرت شیوع اونها اگه بتونین برام توضیح بدین که در چه میزانی هست؟ ببینین این ویروس کرونا یک ویروس به اصطلاح میگن RNA ویروس. دو نوع ویروس داریم، یکی دی ان ای داره به اصطلاح سیستم ژنتیکیش، یکیش آر ان ای داره. آر ان ای ویروس مثل یکی شناخته شده ترینش که همه دنیا شاید بدنن اچ آی وی ویروسه که مرض ایدز به اصطلاح وجود میاره. اینا خصلتشان اینه که مرتب جهش پیدا میکنن یا به قول معروف علمیش میگن موتیشن. در مورد این ویروس کرونا که هست، جهش هایی که دیده شده در او پروتئینیه که در بدنه خارجی ویروس، اگه بو شکلش نگاه کنین که حتما همه جا دیدین عکسش نگاه کنین، یک چیزی مثل میخ در بدنه خارجیش هست، اونا رو بهش میگن به اصطلاح اسپایک پروتئین. این مسنجر آر ان ای اسپایک پروتئین رو به اصطلاح نقشه‌ش داره میده به بدن، به سلول بدن، میگه که بر اساس این نقشه برای ما پروتئین بساز که همین اسپایک پروتئین. پروتئین ها با آمینو اسید ها ساخته میشه که جمعاً 20 آمینو اسید هست و کل زنجیره این پروتئین 1273 تا آمینو اسید هست که به هم دیگه چسبیدن. اینا مرتب تکرار میشن. بالاخره یک بار یکی از این آمینو اسید ها اشتباهی جا میگیره، عوض میشه جاش. مثلا در مورد نوع انگلیسیش که بهش میگن N501Y، یعنی که آمینو اسید شماره 501ش N که اسپروژین آمینو اسید بود جاش عوض شده با Y که بهش میگن تایروسین. فقط یک آمینو اسید عوض شده.
دینین ای همینجوری که اشاره شد اینا 1273 تا آمینو اسید یک زنجیری مجسم کنیم که اینقدر آمینو اسید به هم چسبیده. یک منطقه از ای به اصطلاح پروتئین خیلی حساسه به تغییر. بعضی جاها هست که هرچی جهش هم انجام بگیره، هرچی آمینو اسیداش عوض بشه، هیچ تأثیری در مؤثر بودن ویروس نمیکنه. ولی بین آمینو اسید شماره 270 تا 510 این منطقه حساسشه. الان اینجا می‌بینیم که شماره 501 عوض شده. بنابراین وقتی که عوض میشه خصوصیاتش بعضی وقتا عوض میشه، مثل این حالت بعضی وقتا اصلا تغییر نمیکنه، بعضی وقتا هم حتی بهتر هم میشه. در این مورد باعث شده که قدرت چسبندگی او میخمانندی که می‌بینیم در بدن خارج اسپایک پروتئین، او مثل دست‌های مجسم کنیم که دست‌های این ویروسه که اول بایستی خودش به بدنه سلول‌های انسان بچسبانه، بعد به اصطلاح از داخل یک مثل حفره ای هست که بهش میگن ACE ریسپتور، از او سوراخ یا از او حفره بره داخل سلول که بعد شروع کنه به تکثیر کردن. ویروس ها وقتی وارد سلول نشدن هنوز نمیتونن تکثیر کنن، زندن ولی تکثیر نمیکنن. بعد شروع میکنن به تکثیر کردن. در اینجا وقتی که آمینو اسید یکی عوض شده، این نوع انگلیسی شده، قدرت چسبندگی این ویروس به بدن سلول خیلی افزایش پیدا کرده، یعنی محکمتر میچسبه، دیگه نمیتونی از بدن سلولی به آسونی ایره بکنیش، جداش کنی. بعد به این خاطر قدرت به اصطلاح شیوعش حدود 60% اضافه شده، یعنی مصریتر شده 60%. خب وقتی مصریتر بشه تعداد افراد بیشتری مبتلا میشن به این مرض. وقتی تعداد افراد بیشتر بشه، تعداد خب کشته شدگان هم بر اساس درصد هم که باشه افزایش پیدا میکنه. و فقط همین تفاوتی که یک آمینو اسید اسپروژین جاش با تایروسین عوض شده، فقط همین. چقدر پیچیده است. ولی آقای جانسوز، این جهش یافتگی آیا طبیعیه، به طور طبیعی انجام میگیره، یا اینکه مثلا اگر رعایت نکنیم، فاصله اجتماعی مثلا رعایت نکنیم یا ماسک نزنیم، اینا تاثیر داره توی جهش یافتگی این ویروس؟ نه، جهش یافتگی معمولا به طور طبیعی انجام میگیره. چون این هی بایستی ساخته بشه، نوع ساخته میشه. مثلا فرض کنید شما یک زنجیری میسازین که یک فرض کنین چقدر 1273 تا دانه به هم چسبیده. گاهی موقعی که ایره میسازین یکی از این دانه ها جاش اشتباه میشه موقعی ساختن. آره، جهش خیلی طبیعیه در ویروس ها، بخصوص آرنه ویروس ها. یعنی اینا موجودات زنده ای هستن که میخوان در واقع سروایف کنن، زندگی کنن دیگه، درسته؟ بله، بخواهی سروایف کنن، احتیاج دارن به اصطلاح ساختمان تکثیر کنن دیگه. وقتی هی میسازه یک ویروس جدید، او خارا، او به اصطلاح میخایی که در بدن خارجی هست، بالاخره یکی از این آمینه اشتباه میشه در موقع ساختن. سوال دیگه که به وجود میاد آقای جانسوز اینه که آیا واکسن کرونا در برابر نوع انگلیسی یا آفریقاییش مقاوم هست، یا اینکه باید واکسن های دیگری برشون ساخته بشه؟ بعضی وقتا وقتی که یه به اصطلاح موتیشن به وجود میاد یا جهش به وجود میاد، واکسن روی چیز کار نمیکنه، کاربردش از دست میده بعضی وقتا. ولی خوشبختانه تا به حال این واکسن هایی که ساخته شده، مثلا مثلا واکسن فایزر و واکسن مادرنا، تأثیرش کاهش پیدا کرده. مثلا فرض کنین واکسن فایزر بود 95% مؤثر بود، شده مثلا 80%، همچی چیزی کاهش پیدا کرده. ولی هنوزم اثرش از اون حدی که لازم داریم که ویروس را بتونه کنترل کنه بیشتره. بنابراین فعلا چیزی نیست، ولی اگر یک روزی طوری یک جهشی به وجود بیاد که ما نمیدونیم چه جهشی خواهد بود که قدرت ایمیونیتیش از دست بده، میتونن با آسانی در مدت کوتاهی بخصوص این روش مسنجر آرنه، اون مسنجر آرنه ره یک قسمتشه که مسئول ساختن ای آمینو اسیده، او رو عوض میکنن، او رو عوض میکنن دوباره. این حدود مثلا جوری که کمپانی بایو انتک گفت، اگر یادتان باشه فایزر و بایو انتک با هم دیگه همکاری کردن. بایو انتک که کمپانی بسیار کوچیکه با حدود مثلا 400 نفر در آلمان، اونا بودن که مسنجر آرنه رو ساختن، دادن به فایزر، فایزر تکثیرش کرد، مانیفکتچرش کرد. اونا رئیس و کمپانی گفت که حدود 2 ماه طول میکشه که اگر این چنین اتفاقی بیفته ما مسنجر آرنه‌ای بسازیم که
درست مچ کنه با این نوع جهش یافته ای که دیگه واکسن قدیمی براش کار نمیکنه. بنابراین به آسونی میتونن اون رو کنترلش کنن اگر پیش بیاد، ولی تا به حال مشکلی پیش نیامده. خیلی هم خوب. البته یکی از واکسن ها هست که توی انگلیس یکم سر صدا کرده، این آکسفورد آسترازنیکا. بله. و تو آره. کانادا هم خب خیلی شایعات در رابطش هست که مردم ترسیدن که این واکسن رو استفاده کنن. آره، بیشتر از شایعه است. اول شایعه بود ولی بعدن آژانس‌های مختلف، یکی هست آژانس به اصطلاح معادل FDA آمریکا که دارو رو باید تایید کنه در اروپا هست، که وقتی او مثلا، چون اروپا حالا خب چندین کشور هستن که شینکل میگن بهشان که با هم دیگه همکاری میکنن، اونا دیگه تک تک نمیبری دارو رو، فرض کن دارو فایزر میسازه نمیبره تک تک به اینا از کشورها بخواد. وقتی که او آژانس اروپا، بهش میگن آژانس به اصطلاح مدیسن اروپا، European Medicine Agency میگن، تایید میکنه دیگه برای همه او کشورها تایید شده است. این اتفاقا همین امروز با حدود 2 ساعت پیش آخرین اخباری که اونا دادن، گفتن که آره چیز هست، این مسئله صحت داره، در به اصطلاح مغز لخته خون درست میشه و این لخته خون حدود هفته پیش گفتن که در انگلیس 30 نفر دچار این لخته خون شده، آلمان هم گفت 31 نفر دچار این لخته خون شده، که از 31 نفر 9 نفر فوت کردن و اینا عمدتا خانم های زیر 60 ساله بودن و این مسئله جدیه. ولی هنوزم آژانسی میگه خب مزیت ای به اصطلاح به عواقب جانبیش میچربه، ولی این درسته ای که مثلا 1 میلیون رو واکسینه میکنی، فرض کن 2 نفر میمیری یا 3 تا، اگر آلترناتیوی وجود نمیداشت خب آدم استفاده میکرد، ولی آلترناتیو الان هست. خود همین گزارش هایی که دادن گفتن که ما این نگرانی و این مشکل را با واکسن های مادرنا و واکسن فایزر ندیدیم، این چیزی گزارش نشده. خب بنابراین وقتی آلترناتیو هست چرا ریسک کنه حالا 2 نفر بمیره یا 3 نفر؟ اگر 2 نفر یکی از بچه خودمان یا قوم خویش خودمان باشه یا دوست خودمان باشه، یا 1 نفرم خیلی زیاده دیگه. دقیقاً. بنابراین آلترناتیو هست، او مسئله صحت داره دیگه، از شایعه گذشته خود ایجنسی ها دیگه قبول کردن که این چین مشکلی وجود داره. حالا میگن نمیدونیم چرا به وجود میاد، ولی به وجود میاد. پس بی خود نیست. کانادایی ها خیلی ترسیدن و میگن که قبل از تزریق واکسن میپرسیم از اون پرستاری که تزریق میکنه، اگه بگه اون هست و قبول نمیکنن و میگن که حاضریم 2 ماه دیگه صبر کنیم برای واکسنی که جانسون اند جانسون میاد به زودی. جانسون اند جانسون یک مشکلی پیش آمد، 15 میلیون دوز را مجبور شدن بریزن دور. جانسون این کمپانی بزرگ، خب خودشان مانیفکتچرینگ دارن که واکسن می‌سازن، ولی وقتی ظرفیتشان خیلی زیاد میشه، مثل این حالت که باید بیلیون ها دوز بسازن، اینا کانترکت کمپانی ها استخدام میکنن، کمپانی کوچیک‌تر. یک کانترکت کمپانی استخدام کرده بودن، او کانترکت کمپانی همزمان هم برای جانسون اند جانسون میساخت و هم برای آسترازنیکا. بعد این تکنیسیان هایی که اونجا، این کانترکت کمپانی ها معمولا خیلی از نظر ساینس قابل مقایسه با کمپانی بزرگ نیستن، بیشتر حالت تکنیسیان داره. این طرفی که بوده، هر کی بوده، این دوتا رو با هم دیگه قاطی کرده، مثلا یک سطل از یک سطل ریخته تو رو هم دیگه. آره، بعد این دوتا قاطی شده. خوشبختانه به اصطلاح قسمت رگولاتوری کمپانی جانسون اند جانسون که میرن چک میکنن متوجه شده و قبل از اینکه تو شیشه بریزن و چیز کنن، ولی 15 میلیون دوز به اصطلاح از بین رفت، حرم شده. برای. ولی الان خب چیز کاری که کردن، او کمپانی آسترازنیکا رو دیگه از اونجا بیرون کردن، گفتن که آسترازنیکا نباید اینجا چیز کنه، فقط برای جانسون اند جانسون بساز که از اشتباه پیش نیاد. جانسون اند جانسون حسنش یه در تمامی الان واکسن هایی که تو دنیا هست آمده بیرون، همه باید 2 دوز بزنن. ولی جانسون اند جانسون تنها واکسنه که تک دوزیه، بنابراین خیلی کمک میکنه. مثلا وقتی 100 میلیون میسازن برای 100 میلیون نفره، ولی فایزر اگه 100 میلیون میسازه برای 50 میلیون نفره، چون باید 2 تا دوز بزنن. کمک بزرگی میکنه، احتمالاً به کانادا هم به زودی میاد، چون گفتن که هم به کانادا و هم به مکزیک میخوان به اصطلاح بدن، چون آمریکا اندازه کافی دیگه واکسن داره
درسته ذخیره کرده. درسته. ذخیره اتفاقا کرده. بهداشت کانادا هم تایید کرده بود جانسون ان جانسون رو چند وقت بله. پیش، تا یادم نرفته. آقا جانسون، در رابطه با، من چند هفته پیش یک مقاله خوندم، فکر می‌کنم تو سایت مجاهدین خلق بود، در رابطه با داروی کرونا صحبت کرده بود. آیا دارویی در این رابطه ساخته شده، خبر دارید؟ بله ببینین، دارویی که هست مثل آنتای وایرال میگن که خیلی زیاد هست الان، چیز مثلا رمدازوویر هست مال کمپانی گیلید در سان فرانسیسکو. این دارو رو اگر در او ابتدا رو تازه یک نفر به محضی که گفتن مثبت بدن کار میکنه، ولی اگر یک کم گذشت که به اصطلاح حالتش وخیم شد دیگه کار نمیکنه. آنتای وایرال های زیادی هستن که روی این مریضا تست کردن. کمپانی فایزر هم الان در حال ساختن یک آنتی وایرال که در مراحل ابتدایی هست، هنوز در مراحل نتیجه رضایت بخشی نشون داده، ولی درست. تا موقعی که یک به اصطلاح میگن که تا یک بچه کوچیک رو یک نفر بزرگ کنه خودش پدرش در میاد، تا موقعی که یک دانه ماده شیمیایی رو بخوای تبدیل کنی به یک دارو، بذاری توی به اصطلاح قفسه داروخانه ها، کار آسونی نیست. از نظر فقط تجربی ببینید، از هر 10,000 ماده شیمیایی که روز اول شروع میکنیم مخایر دارو سازی، که 10 سال به طور متوسط طول میکشه تا یک دارو ساخته بشه، فقط از هر 10,000 تاش یکیش به مارکت میره. 10,000 یعنی بقیه توی راه مراحل مختلف از بین میره و میمیره. بنابراین در مرحله اول زیاد نباید دادم، باید خوشحال باشی که داره کار میکنه، مثلا توی آزمایشگاه خوشحال باشی روی انیمالا کار میکنه، ولی قدم به قدم که میری هی ریزش میکنه ریزش میکنه تا بالاخره ساخته بشه. آره کمپانی فایزر داره یک مثلا انتای وایرال میسازه که مثلا ضد ویروسه، و کمپانی مرک هم داره یکی میسازه، ولی هنوز در مراحل بسیار ابتدایی است. بالاخره میگه تا گوسال گاو گردن دل صاحبش آب گردن. خب آقای جانسون، الان بیشتر از یک ساله که مردم دنیا دیگه ماسک استفاده کردن و نمیدونم ضد عفونی زدن و اینا دیگه شده یه امر عادی تو زندگیمون و رعایت فاصله اجتماعی، آیا بعد از اینکه واکسن زدیم بازم باید ماسک بزنیم و این پروتکل های معروف رو به قول معروف رعایت کنیم؟ بعضی الان مثلا CDC آمریکا که به اصطلاح مرکز کنترل امراض عفونی هست، گفت کسانی که دو بار واکسنشان رو زدن، ولی دو بار که زدی باید 2 هفته هم صبر کنی که به اصطلاح ایمنی کامل بگیری، اونا میتونن در جلسات کوچک دور هم بدون ماسک جمع بشن او افراد. ولی ببینید، اگر الان فرض کنیم من ماسک نزنم برم خیابون، مردم دیگه نمیدونن که آیا من واکسن زدم یا نزدم. درست. بنابراین این ناراحتی به وجود میاره برای بقیه. ما نمیدونیم، مگه ای که خب یک چیزی باشه گردنت بنداز، یک مثلا علامتی باشه رو پیرنت، یک چسبی بزنن که مثلا این واکسن شزده در صورت. ولی در اثر تجربه‌ای که یک دیگه نقاط منفی داشتی کرونا، یک نکته مثبت هم داشت، امسال تعداد افرادی که به اصطلاح آنفولانزا گرفتن به مراتب کمتر از سالهای قبل بود، به دلیل همین زدن ماسک. شاید این یک درسی باشه که از این به بعد، حتی این ویروس کرونا هم که ریشش کنده شد، ولی آنفولانزا که هیچ موقع کنده نمیشه، همیشه هست به شکل مختلف میاد، شاید در اون فصل آنفولانزا که معمولا 1-2 ماهه، اگر ما ماسک بزنیم، با ماسک بریم خیابون و وقتی میریم خیابون بیایم اینا، شاید کمک کنه که اصلا آنفولانزا هم نگیریم. بنابراین ماسک در این مقطع به اصطلاح CDC نا ادوایس میکنم، میگن که حتما ماسک داشته باشین فعلا، تا موقعی که به یک مرحله‌ای برسیم به اصطلاح میگن هرد ایمیونیتی یا ایمیونیت جمعی، که حدود مثلا 80% مردم واکسینه شده باشن یا مریض شده باشن خوب شده باشن، در اون وقت دیگه ماسک ها را برخواهند داشت، ولی فعلا نه. نکته جالبی گفتید در رابطه با سرماخوردگی که باید ماسک بزنیم، نکته خیلی جالبیه. جد از انواع دیگر بیماری های هوایی که ویروسی هوا آره جلوگیری میکنه، جلوگیری میکنه دقیقا. خب این واکسن آقای جانسو چقدر در برابر ویروس کرونا بدن ما آدم ها چقدر مسئولیت پیدا خواهیم کرد بعد از اینکه واکسن زدیم؟ بستگی داره چه واکسنی بزنیم. فرض کنیم واکسنی هست مال چین، سینوواک، 50% مؤثره. واکسن کمپانی فایزر و مادرنا حدود 95%
ایمنی میده. 95% وقتی میدن یعنی 95% از افراد اگر 100 نفر را در نظر بگیرید 95 تاش اصلا مریض نمیشن دیگه، 5 تا مریض میشن. حتی اون 5 تایی که مریض میشن هم حالشان به قدری وخیم نمیشه که به بیمارستان برن و بستری بشن، مریض میشن مثل یک سرماخوردگی ساده سرپایی به اصطلاح مسئلهشان حل میشه. ولی بعضی از واکسن ها هست مثل واکسن روسیه، خب زیاد اطلاعات در اختیار مردم گذاشته نشده، یک عددی خودشان میگن، میگن مثلا 79% همچی چیزی، ولی نمیدونیم. بنابراین واکسن های مختلف ایمنی های مختلف میدن، بهترینش فعلا تا جایی که هست همین مادرنا هست و فایزر که 95% ایمنی میدن. درسته. آقا جانسوس یه نکته دیگه که هست، اگر که مثلا من امروز واکسن زدم ویروس کرونا رو اون نوع خفیفش رو گرفتم بعد از اینکه واکسن زدم، آیا این نوع خفیف دوره خفیفی که من دارم واگیر هست باعث میشه که افراد دیگه بگیرن یا نه؟ اگر آره، اگر یک نفر مریض بشه ویروس در بدنش هست میتونه منتقل کنه، ولی اونایی که واکسن زدن اخیراً گفتن اونایی که واکسن زدن و ایمنی پیدا کردن که مریض نمیشن اونا نمیتونن ناقل ویروس باشن. بنابراین خوبه، اول فکر میکردن ممکنه ناقل ویروس باشن ولی تا موقعی که اندازه کافی دیتا نداشتن مجبور بودن محافظه کار باشن، ولی الان میگن که نه اونا ناقل ویروس دیگه نیستن. خب این قسمت بحث ما حالت جهانی داشت آقای جهانسوز، واقعا یکی نکات روشنی رو ما بهش دست پیدا کردیم و اگر تصور بکنیم تو ذهن خودمون این قسمت خیلی روشن بود، من به نظر میاد خیلی روشن بود. متاسفانه تو ایران آخوندزاده تاریکی همچنان حاکمه آقای جهانسوز و کرونا همچنان بیداد میکنه. رسانه‌های حکومتی شروع کردن از گفتن اینکه پیک یا خیز چهارم داره شروع میشه تو ایران صحبت میکنن. آیا میتونید یک تصویری از این فاجعه برای ما بدین؟ من یک مقاله هم توی سایت مجاهدین خلق اخیرا خوندم که این فاجعه رو یک جنایت برنامه ریزی شده نام گذاشته. خواستم نظر شما رو هم توی این رابطه بدونم. آره ببینین، آره پیک چهارم شروع شده و حتی وزیر بهداشت رژیم نمکی که همیشه سعی میکنه پنهان کاری کنه و در این جنایت کتاب حال اتفاق افتاده که حدود آخرین خبری که تا دیروز بود سازمان مجاهدین خلق آمار داده بود 244,000 نفر جان باخته داشتیم در ایران. خود رژیم 75,000 گزارش کرده، ولی یکی از نمایندگان رژیم، خب اینا ضمن خیلی خیلی بدی هایی که دارن یک خوبی داره که بسیار اغلبشان نادانن و با هم اختلاف دارن و عصبانی که میشن همدیگر لو میدن. لو میدن. آره لو میدن. آره عصبانی که میشن به قول معروف جنی میشن. آره جنی میشن همدیگر لو میدن. یکی از این نمایندگان مجلس گفت که چی میگین 75 تا 10 برابر هست، یعنی 750,000 نفر کشته شده. بعد گفت که در مثلا یکی دیگه باز از این نمایندگان مجلس میگفت که مقطعی بود که در هر روز ما بین 120 تا 130 نفر در فقط بهشت زهرا دفن میکردیم کرونایی. خب بعد میگه اخبار که میگفتن، میگفتن همو عدد را برای کل ایران میگفتن، میگفتن که 120 تا 130 نفر امروز کشته شده، در حالی که فقط اخبار تهران بود. بعد میگفت که اینا دروغ میگن، همشون همه دروغ میگن. این پیک چهارم هم خب البته شروعش تا پیک اول داشتیم، دوم، سوم، چهارم، اینا معمولا در یک مقاطعی شروع میشه که مثلا عید نوروز هست که مردم بیشتر رفته آمد میکنن، یا مراسم مذهبی هست مثل سینه‌زنی و زنجیرزنی و مسجد رفتن، اینا بیشتر اینا در این مقاطع. چهار بار شده، چهار بارش هم دو بارش دوتا نوروز بوده، دو بارش هم دوتا از همین مراسم مذهبی بوده که مردم بیشتر با هم دیگه در تماسن. بنابراین دلیلش مشخصه که بایستی فاصله ها رو حفظ کنن، همون چیزی که شما اشاره کردین، ماسک بزنن، فاصله ها رو حفظ کنن که به اصطلاح درجه مصری بودنش کاهش پیدا کنه، به صفر نمیرسه اینا. ولی ای که مجاهدین گفتن که اینا از یک واقعا یک جنایت تنظیم شده است کاملا صحیحه، همه میدونن. از روز اولی که ویروس وارد ایران شد اینا شروع کردن به دروغگویی، پنهانکاری. این شیاد کبیر روحانی رئیس جمهور خامنه‌ای در روز 30 بهمن اون سالی که ویروس آمد، 30 بهمن گفت که ما
امروز به اصطلاح فهمیدیم و امروز هم با مردم ما خیلی بازیم و در اختیار مردم اطلاعات را گذاشتیم اینا. و خامنه ای هم در یکی از سخنانش گفت که مسئولین ما بسیار با مردم واضح و آشکار و بودن، هیچ پنهانکاری نگرده، همه چیز را در اختیار مردم به محضی که فهمیدیم گذاشتیم. ولی خاطر عمو جهالتی که دارن و اختلافاتی هست، پاسدار جلالی است که در همین جریان کرونا و اینجور چیزا مسئوله، گفت که ما در پنجم دی ماه، یعنی ببینید حدود 55 روز قبل از 30 بهمن، میگه ما شروع کردیم، ما فهمیدیم که ویروس آمده، شروع کردیم و بررسی و تشکیل جلسه دادیم و در 5 بهمن از همه تشکلات دعوت کردیم. در 5 از وزارت بهداشت شرکت داشتن، بخش های مختلف وزارت بهداشت، وزارت جهاد و بخش های مختلفش، نیروهای انتظامی، بخش های نیروهای مسلح و بخش های دیگری که در این موضوع نقش داشتن، میکه حتی وزارت راه، بخش های از مرزبانی، شرکت هواپیمایی و همه اونهایی که مهم بودن را ما دعوت کردیم. در 5 بهمن بهشان گفتیم که جریانیه و به اصطلاح خواستیم روی کنیم. میبینیم که چی دروغ بزرگی خامنه ای و چیز گفتن که ما 30 فهمیدیم. 5 جلسه رسمی تشکیل داده، همه هم شرکت داشتن، همه هم مطلع بودن. بنابراین اینا از این خیلی خوشحال شدن. همینطوری که وقتی جنگ ایران و عراق شروع شد، خمینی گفت که این یک نعمته، واقعا هم براش نعمت بود، چون بعدا منصوری که اولین به اصطلاح رئیس پاسداران ایران بود، در یک مصاحبه‌ای که داشت قبل از اون رضایی، محسن رضایی، اولیش منصوری بود، شخصی به اسم منصوری، منصوری گفت که ما اگر این جنگ ایران و عراق شروع نمی‌شد و امام که وقتی گفتن نعمته، واقعا نعمت بود، ما 1 سال هم دوام نمی آوردیم، چون نه تشکلی داشتیم نه چیزی داشتیم و با ما نمیتونید خواستهای مردم رو اونجا. ولی وقتی جنگ شروع شد، هر کس حرف میزن گفتیم خفشید، ساکت بشین، جنگ شما ستون پنجم هستین اینا. تا فرصت پیدا کردیم تمام نیروهای به اصطلاح انقلابی رو اینا رو همه رو از بین بردیم و واقعا جنگ نعمت بود. تا اینکه خب بالاخره مجبور شدن مجاهدین به اصطلاح زهر آتش بس رو به گلوش ریختن. در مورد این چیزم کرونا، وقتی کرونا آمد اینا خوشحال شدن، بهش به اصطلاح به عنوان یک برکت نگاه کردن. حتی الان چیزم که میسازن، 3 تا دارن واکسن میسازن، ظاهرا میگن واکسن میسازن، توان ساختن واکسن ندارن. آره، میگن یکیش اسمش گذاشتن واکسن برکت، برای اونا برکت داشت دیگه، برای واکسن برکت گذاشتن اسمشه. اینا با آمدن یه چیز تونستن مردم را خانه نشین کنن. الان مردم خب ترسیدن، وحشت کردن، از خونه بیرون نمیان اغلب. بعد امکانات هم که در اختیار مردم نمیذارن، برای که این شیوع شجلوشه بگیرن، 2 راه هست، همون راهی که همه کشورها کردن. 1، باید قرنطینه کنین. وقتی قرنطینه میکنی، با خب مردم میگی برو تو خونت، کار نداری، خب بایستی تأمین کنی زندگی مردم را. آره، حالا در کانادا هم همین جور هست، در آمریکا هم، در آمریکا هم که اخیراً 1 ماه پیش 1.9 تریلیون دلار بودجه تصویب کردن که در رابطه با همین مسائل کرونا را مشکلات حل کنن، که در اینجا الان 1 چکی برای همه فرستادن. کسانی که البته همه که نمیشه گفت، اونه که از 75,000 اگه سینگل بودی 75,000 دلار کمتر، اگر این کامت بود، اگه هم به اصطلاح مزدوج بودن، خانواده داشتن، از 140,000 اگر کمتر بود، برای اونها به ازای هر نفری در فامیل، اگه مثلا یک زن شوهر 4 تا بچه داشتن، 6 نفر، 6 تا چک 1,400 دلاری برای اینا فرستادن. خب این کمک میکنه، اولا این خانواده ها یک سری از مشکلات مالیشان حل میکنن، یکی هم وقتی میلیون ها نفر هر کس 1,400 دلار پول را ببره تو بازار خرج کنه، اکانومی راه میفته دیگه. در واقع با 1 تیر 2 نشان میزنه. ولی در ایران حتی 1 دلار هم خرج مردم نکردن. خب یارو فرض کنین کارگری داره، بیچاره، یا دستفروشی داره، این بایستی نون در بیاره به یک شکلی. بنابراین تو نمیتونی بگی برو خونه ولی هیچی هم بهش خرج نکنی. بنابراین قرنطینه اینا نکردن و می گفتن قرون وسطاییه، یادتونه که بله بله، معنی شعیاد میگه قرون وسطاییه. خب او که هر روز حرفش عوض میکنه. چند روز پیش گفت که این مسئله پیک 4 اینا اصلا حل شده دیگه، پیکی وجود نداره، ما از اون مرحله گذشتیم. دیروز رئیس
پریروز فکر میکنم وزیر بهداشتش گفت که افسار به اصطلاح کرونا پیک 4 از دست ما خارج شده، حالا کی بتونیم دوباره این افسار را به دست بیاریم؟ اینا الان در خود زالی یک نفر است که به اصطلاح مسئول کرونا و اینا هست، تیم کرونا هست، زالی خودش میگه که تعداد افراد مراجعه کننده 3 برابر شده در بعضی از شهرها، 10 برابر شده بیمارستان، و 25% از اینا به معنی که میان حالشان اینقدر وخیمه که باید برسیم آی سی یو. آره. و بیمارستان ها در بعضی از جاها مثل مثلا با خصوص خوزستان اینا از دیروز هم شهرهایی مثل تهران و شیراز و اصفهان هم قرمز شدن، الان اغلب شهرها قرمزه و به اصطلاح از کنترل خارجه. و بعد کار دیگه ای که کردن بعدن، نه تنها خب در کشورهای دیگه اول که واکسنی وجود نداشت تنها جلوگیری میکردن، ماسک میزدن و مردم را قرنطینه میکردن، نمیذاشتن سر کار برن، بهشان البته پول میدادن. در آمریکا کسانی که کارشان را از دست دادن از روز اول هفته ای $300 بهشان چک میدن، خب زندگیش به چرخ، حداقل ها را بهشان میدن. در این چه بعد که واکسن آمد، خب دیدن به سرعت همه شروع کردن به واکسن زدن. الان مثلا حدود بیش از 170 میلیون نفر دوز در آمریکا واکسن زدن. خب 170 دوز که زدن، میدونی که اینا 2 دوز باید بزنن دیگه. بله. بعضیا 2 دوز دارن، بعضیا 1 دوز دارن. بی مفهوم نیست که 170 میلیون واکسینه شدن. 170 میلیون واکسینه نشدن. هنوز. ولی آره، با وجود که حدود الان در آمریکا 30% مردم واکسینه شدن، تعداد کسانی که کشته میشدن به واسطه این ویروس حدود 90% کاهش پیدا کرده. 90% کاهش. بنابراین میبینیم که خیلی مهمه که واکسن را شروع کنن که اون جمعیت را به صورت رقیق کنن. افراد واکسینه بین افراد غیر واکسینه قرار میگیره و به صلاح دیوار میشه بین این افراد و انتقال ویروس خیلی خیلی کمتر میشه. ولی در ایران خب میدونین که این کار انجام نشده اصلا، در حالی که ترکیه مثلا، ترکیه بود 17 میلیون تا به حال چیز واکسن زدن، واکسن تزریق زدن 17 میلیون دوز. در امارات که یک کشور کوچیکیه در جنوب چیز، 8.5 میلیون دوز دادن. چطور میشه کشوری مثل ترکیه میتونه 17 میلیون واکسن تهیه کنه، تزریق کنه، ایران نمیتونه؟ ایران هنوز 500,000 هم نزدن، 500,000. بلومبرگ هر روز یک مقاله نوشته بود، یک نمودارم چاپ کرده، گفته بود اگر با این سرعتی که ایران داره الان میره بخواد واکسن بزنه 10 سال طول میکشه تا به اصطلاح 60 میلیون نفر رو بخوان واکسینه کنن. اینقدر استوره. آره، بعدم واکسینای آشغال میارن، مثلا از چین میارن، از روسیه میارن، هیچ کدوم اینا رو آمریکا FDA اپروف نکرده، هیچ کدوم اونا اپروف نشه. مال چین، هند، حتی هندم بهشان یک چند صد هزار تا داده بود، بعد از او دیگه هندم نداد چون خودش گرفتاری داره، برای خودش استفاده میکنه. بنابراین وضع و شرایط مردم بسیار بسیار اسفناکه و همش هم تقصیر رژیم از این سو استفاده میکنه برای که جلو قیام، بعد از اون وحشتی که از قیام سال 98 تا شعبان 98، اینه واقعا یک نعمت و یک برکت برای خودش حساب کرد و حد اکثر سو استفاده را از این میکنه و مردم دارن باها میپردن. شما واقعا حساب کنین 240 هزار مثلا 244 هزار، وقتی میگیم تقریبا بعد از یک مدت آدم عادت میکنه به صورت عدد در میاد، مثلا 40 هزار کشته شد، 50 هزار، ولی یک لحظه فکر کنین، من فکرم شاید صحنش وحشتناک باشه، آدم بخواد تصویر کنه، مجسم کنین 240 هزار شما جسد را بغل هم بیچینید، خب 240 هزار تا هر کدوم اگر 1 متر هم جا بگیره بغل به بغل گذاشتین میشه 240 هزار متر، یعنی 240 کیلومتر. شما 240 کیلومتر، یعنی با یک ماشینی بخواین حرکت کنه از جسد شماره 1 تا جسد 240 هزار برسین با سرعت 80 کیلومتر در ساعت هم برین 3 ساعت طول میکشه. اینقدر با اینا قاشق چنگال نیست که بغل هم گذاشتین، اینا انسانن، اینا هر کدوم یک عزیزی دارن، هر کدوم خانواده‌ای دارن، پدری دارن، مادری دارن، بچه‌ای دارن، قمخشی دارن، اینا واقعا کاری کردن. الان مردم زیاد به چیز فکر نمی‌کنن، مثلا میگه 230 تا، بعد میگه 240 تا، 245 تا. یک لحظه آدم فکر کنه ببینه که چه جنایت عجیب و غریبی رژیم دست زده که این کار هیچ کس، هیچ دولتی با مردمش انجام نداده که رژیم ایران داره انجام میده.
دقیقا همینطور. اصلا واقعا به قول شما تصورش خیلی مشکل است. مثلا توی کشوری مثل کانادا، آقا جانسوز، بله مثلا استان اونتاریو که به حساب قلب اقتصادی کانادا به حساب میاد، میگن فقط بیمارستاناش ظرفیت 400 تخت آی سی یو داره تو تمام کل استان. ولی من نمیدونم واقعا تو ایران چی کار میکنن با این همه افرادی که به اون مرحله رسیدن که نیاز دارن تحت نظر ویژه باشن اینا. واقعا من نمیدونم تو ایران چه خبره. خیلی وحشتناکه. به قول شما اگر واقعا بشینی و حساب کنی، خیلی وحشتناکتر از اون شماره ای است که شما روی صفحه عدد کامپیوتر میبینیم. میبینی. دقیقا دقیقا. بله. الان 240,000 نفر که میشه 240 کیلومتر، یعنی از مشهد که مرکز استان خراسان رضویه تا بجنورد که مرکز استان مثلا خراسان شمالی جسد بغل هم پیچیدی. هیچ مگه چطور میتونه آدم اصلا تجسم کنه ایره؟ ببینین چی جنایتی این رژیم دسته. مردم باید یکم بیشتر فکر کنن به این جنایت های رژیم، بیشتر توجه کنن. روزنامه حکومتی شرق هم آقای جانسوس اخیرا مثل اینکه در پاسخ به یکی از این مهره های حکومتی به نام مزدک دانشور یه چند جواب داده به سوالاتش، فکر میکنم نوشته که من عین چیز رو براتون میخونم. اگر دوز لازم برای واکسیناسیون کامل را برای جمعیت ایران و شهروندان مقیم این کشور حدود 170 میلیون دوز برآورد کنیم، خواهیم دید که اگر هر واکسن را فقط 5 دلار قیمت گذاری کنیم، 850 میلیون دلار یعنی معادل 212 میلیون و 500 هزار ریال ارزش داخلی است که خیلی عدد بزرگی است و بسیاری را میتواند وسوسه کند. در این حال تولید کنندگان ماسک و الکل، آزمایشگاه‌های تشخیص ویروس و وارد کنندگان کیت‌های تشخیصی مطمئناً پس از فروکش اپیدمی دچار ضرر می‌شوند. واقعا آقای جانس، آیا از نظر اقتصادی هم ویروس کرونا برای رژیم نعمت بوده و سودآور بوده؟ آره، یک سری آخه اطلاعاتی هست. ببینین اگر یک اخیراً روحانی گفت که فقط دولت نمیتونه که واکسن اندازه کافی تهیه کنه، ما میخوایم به شرکت‌های خصوصی اجازه بدیم. یک سری به اصطلاح دلارایی است که دلار نیمایی بهش میگم، مثلا دلاری از 4200 میدم مثلا بری فرض کن آهن بیاریم، بعد یارو اصلا همش میره تو بازار به 25000 تومان میفروشه، اصلا آهنم نمیاره. این یک سری چیزا باز اگر به اصطلاح حتی بخوان پول نیمایی هم بدن، دلار نیمایی، به من و شما که نمیدن، باز به وابستگان خودشان میدن، به پاسدارا و بسیجی ها میدن و اونایی که به یک شکلی به رژیم وابسته از این لات های وزارت اطلاعات و اینا میدن، به آقازاده هاشون میدن. آره، اونا وارد میکنن. ولی خود شرکت های خصوصی گفتن که ما به هر کدوم از این کمپانی هایی که واکسن میفروشه زنگ زدیم، گفتن ما به افراد نمیفروشیم، به شرکت های خصوصی، ما فقط به دولت ها میفروشیم. بنابراین روحانی با این کارش میخواست که اولا گناه رو بندازه به گردن مردم، بگه که این ما نیستیم، این شرکت های خصوصیه که نمیارن، یا اگر تغییر است اشکال چیه که به اصطلاح پیدا کنن یک نفر رو که بلیمش کنن، سرزنشش کنن برای این کار. یکی دیگه هم باز دار دسته خودشون پول بدن. الان اخباری هست که در خیابان ناصر خسرو واکسن فروش میشه 80 میلیون تومان هر دوزش. اولا این واکسن با توجه به اینکه واکسنی به کسی دیگه بجز گاورمنت ها فروش نمیشه، اینا همون واکسن هایی که اینا به یک شکلی دولت گرفته از مثلا هند یا چین یا روسیه، اینا یعنی که به اصطلاح از اون منفذه که نفوذ میکنه، میره توی بازار خیابان ناصر خسرو، چیزی که به قیمت بسیار پایینی گرفتن، حالا هر کدومش 80 میلیون میفروشن. بنابراین اینا هر جا که پول ببینن اصلا جان مردم اینا مطرحه. تو خیابان ناصرخسرو این لینی که این واکسن ها در مقابل درجه حرارت بسیار بسیار حساسن، مثلا واکسن فایزر باید در منهای 70 درجه سانتیگراد نگهداری بشه. شما چطوری این را میتونی تو خیابان ناصرخسرو در اون درجه نگهداری؟ چطوری حمل و نقل میتونی بکنی؟ یا مال حتی مال مادرنا در منهای 20 درجه باید حمل و نقل بشه، تو خیابون کنار خیابون زن مثلا بلال میفروشن یعنی آره همچی چیزی. آره، اینا اصلا جنایت های عجیب غریب میکنه. حتما پول فروشه است. پول اگر نباشه اینا اصلا دست به هیچ حرکتی نمیزنن، اینا از هر چیزی پول در میارن. در مورد این که مثلا این کارخانه های کوچیکی دارن که ماسک میسازه و فلان، اینا هم همه وابسته به خودشانن. اینا در همین مدت کوتاه اینقدر پول در میارن، در همین دو سال و اینا دو سه سال،
که تا آخر عمر تا چند نسل براشون کافیه. باید نگران اونا نباشه، اونا آدم معمولی نیستن، با آدم معمولی اصلا اجازه تولید نمیدن. آقا جان فکر می‌کنی سود اصلی خامنه‌ای از ویروس کرونا چیه؟ سود اصلیش فقط همین تأخیر قیام، کنترل مردم برای قیام سرنگونی، چون خودشان میدونن بعد از قیام 98 که قیام بعدی قیام سرنگونیه، بخصوص مردم گرسنه دیگه میان تو خیابون این بار و این مردم تا فرق نمیکنه که از گرسنگی بمیرن یا از به اصطلاح مقابله با این رژیم. بنابراین تمام وحشت خامنه‌ای سرنگونیه و الان داره سود بسیار زیاد این بره، اگر نه ادامه همون آبان 98 سال 99 هم قیام هایی میشد که خب متاسفانه به خاطر همین ویروس کنترل شده، مردم تو خونه هن، مردم نمیان، ولی خب کانون های شورشی این مسئله یأس و ناامیدی در مردم را از بین بردن که مردم مایوس نشن، مرتب برنامه های اجرا میکنن. فقط میخوام بگن که ما هستیم، ما شعله های قیام رو روشن نگه میدارم. بله شعله های قیام نمیذارن زیر خاکستر قایم بشه، با آتیش دادن عکس ها، با آتیش دادن مراکز به اصطلاح خفقان و ترور مثل بسیجی ها و پاسدار ها و این دادگاه هایی که جوان هایی مثل نوید افکاری رو بیگناه رو محکوم به اعدام میکنه و اونا حمله میکنن و این کار بسیار مهم در این مقطع واقعا یکی از اهرم هایی که مقاومت به کار برد همین وجود کانون های شورشیه که یأس رو نذاشت جا بندازه رژیم، شعلور نگردش به قول شما، آتش رو شعلور نگرد. یکی هم مقاومت از روز اول تا امروز هر روز مرتب اطلاعیه صادر میکنه تعداد افرادی گیره که با چه مشکلاتی اینا میتونن از بیمارستان ها، از به اصطلاح غسالخانه ها، از این برای از اونور تهیه کنن با افرادی که تو سیستم دارن، نفوذی هایی که دارن، اخبار بسیار دقیقی بیارن به مردم بگن که این رژیم دروغ میگه، 75,000 نیست، حداقل حدود 244,000 نفر کشته شده و در واقع این مسئله رو زنده نگه داشتن مقاومت. و امیدواریم که آره این سودی که امروزه داره خامنه‌ای بره به زودی از حلقومش بکشیم بیرون. دقیقاً. البته نشانه هایی هست آقای جانسوس که مردم به هر حال تو دوران کرونا هم تظاهرات داشتن، اعتصاب داشتن، درگیری داشتن با برخی از مثلا توی سیستان و بلوچستان با نظامیان حکومت درگیری داشتن و دست به اسلحه بردن، ولی تحلیل ها همه بر این حساب بود که خامنه ای برای کسب فرصت برای حکومتش مثلا دستور توقف خرید واکسن رو صادر کرد آقای جانسوس، ولی حقیقتا جلوی شکم گرسنه رو آره میشه با کرونا گرفت و تو این شرایط چه باید کرد؟ ببینین کاملا این درسته که ویروس را عمدن جلوگیری کردن، خودشان همشان واکسن زدن. آره اتفاقا خوبی حریرچی هست که سخنگوی وزیر بهداشته، خب اونا آدم های چاپلوس و متملق و دروغگویان، همشان شیادن. دیروز میگه که آقا گفتیم، آقا یعنی همی عظمای چیز ویروس ولایت، ویروس ولایت بهشان گفتیم که واکسن آنفولانزا میخوام بزنم، گفت مگه همه مردم زدن که من بزنم؟ نمیزنم. گفت و هنوزم واکسن چیزم نزدن، ایشون واکسن کرونا نزد، در صورتی که دقیقاً همه میدونن قبلا که تو واکسن هنوز تهیه نشده بود، رفته بود تو سوراخ موش قایم شده بود. بله. حتی مراسم عاشورا بود تو یک مثل مسجدی داره خودش یک چیز را آورده بود مداح براش، روزه خودش شیخ علی روزخان بهش میگفتن تو مشهد. بله. باز روزخان آورده بود برای روزه میخواند، با فاصله مثلا حدود 30 متر نشسته بود، او دور تنها، هیچ کی هم دیگه تو مسجد نبود، با تمام چیزاش هم که جلساتش همه رو قطع کرده بود، اگه این بود جلسات به قول معروف با فضای مجازی میذاشتن و از این چیزا، تازه ماسک هم میزد، ماسک هم دوتا میزد، دوتا ماسک میزد داره. بعد ولی بعد از او به معنی که واکسن حرام شده فایزر رفت اونجا و واکسن زد، دیگه جلساتش با مردم میزد، ماسکش برمیداشت، سخنرانی میکرد، هیچ نگرانی داشت. ولی امروز حریرچی میگه که هنوز ایشان واکسن نزدن، حتی واکسن آنفولانزا هم گفتیم بزنیم، گفتن مگه همه زدن که من بزنم؟ بله. یک واقعا در وقاحت اینا نمیدونم چجوری اینا رو تربیت میکنن که این همه یک نفر میتونه بقیه باشه، این همه دروغ باشه، این چیز را دروغ شه، خودشان دروغای خود همدیگه رو در میارن، ولی با وجودی وقاحت
اجازه میده بهشان که فردا یک دروغ از بزرگتر بگن. یه مصاحبه من شنیدم از آقای دکتر سینا دشتی، آقای جهانسوز بله. با یکی از منابع مقاومت ایران مصاحبه داشتن، بله. دنبال یه کلمه میگشتن برای فحش دادن به خامنه ای، گفتن که نه، همین خود خامنه ای خودش فحشه. او بهترین چیزه، آره بهترین لغته. از اون بعد دیگه به جای دروغ گفتن و کلک زدن و از این کلمه استفاده کردن باید اسم این افراد به کار برد. کاملا یه حرفشان منطقیه. دکتر سینا انسان بزرگواریه، بسیار انسان خوبیه، مبارزیه، آره خیلی خیلی خوب. من فکر میکنم در ایران فردا بایستی واقعا یک هیئتی تشکیل بشه از یه هیئت اصطلاح ادبیات اینا که واردن، که یه سری لغت های جدیدی اختراع کنن که بتونن جنایت های اینا رو تشریح کنه. این که بهش میگیم ضحاک، ضحاک مال زمان شاه بود، خیلی رقیقه، برای اینا کافی نیست. باید یک سری اونایی که استاد ادبیاتن لغت های جدیدی اختراع کنن که بتونیم همینجوری که گفت تشریح کنیم، که یکی از این لغت ها احتمالا میشه میتونه باشه از این فحشا خامنه ای. خب تو این شرایط چه باید کرد آقای جهانسوز به عنوان آخرین سوال؟ تنها راه اتحاد، حمایت از کانونهای شورشی. ببینید بایستی آدم واقع‌گرا باشه. این افرادی که نشستن خارج کشور، دو تا سربازم تو ایران نداره مخواد مثلا این رژیم را سرنگون کنه، عملی نیست. حالا هرچی مخواد بگه الان افرادی که میتونن این کار را بکنن سازمان مجاهدین خلق و مقاومت توی ایران هم نیروهاش هر روز دارن تلاش میکنن، کانونهای شروعی هستن. بایستی به اینها کمک کنن، به اینها جوانها بپیوندن. هم از نظر کیفی اینا بایستی هر روز بیشتر رشد کنن، هم از نظر کمی و کیفی هر دو باید رشد کنن. در خارج کشورم اگر کسانی میخوان، باز بایستی از مقاومت حمایت کنن، با مقاومت کار کنن، کمک های مالی میتونن بکنن، چون اینا هزینه دارن تو ایران. بله. آره باید هزینه دارن، از این شهر به اون شهر میرن، اگر احتیاج هست موتورسیکلت بخرن، اگر احتیاج هست وسایل دیگه ای بخرن تهیه کنن، بایستی در اختیارشان پول. اونا میتونن کمک مالی میکنن، اونایی که خارج، اونایی که داخل ایران برن بپیوندن این رژیم رو فقط سرنگون کنی. اگر نه شرایط مردم ایران، شما نگاه کنین شرایط مثلا از 10 سال پیش 20 سال پیش، میبینیم که سیر نزولی داره، یعنی هر روز بدتر و بدتر شده، بعضی هم بدتر خواهد شد. الان مقایسه کنید، این همه کشور اطراف همه واکسن زدن، ایران هنوز 500,000 هم واکسن به مردم نزده. خب این یک جنایت بزرگیه دیگه. چه کار باید بکنه که همه بدونن که اینا یک رژیمی هستن که برای جان مردم اصلا ارزشی قائل نیستن؟ بنابراین یک راه هست، فقط و فقط سرنگونی. هیچ روشی دیگه وجود، چیزی به نام اصلاحات و اینجور چیزا مسخره است دیگه، هیچی وجود نداره، فقط سرنگونی. کلام آخر واقعا. آقای جانسوس خیلی ممنونم از اینکه وقت باز کردید برای این گفتگو و توضیحاتی که فرمودید. امیدوارم هر چه زودتر شر این ویروس ولایت از سر مردم ایران و منطقه کنده بشه، با ویروس کرونا راحت‌تر میشه جنگید. خیلی خیلی آسان‌تره، باید اینا رو از بین برد. آره اینا رو باید از بین برد. خیلی ممنون که به من وقت دادید، محبت کردید طبق معمول. خیلی متشکرم از شما و از رادیو ایراوا به خاطر فرصتی که به من داده شد که با هموطنانم صحبت کنم. خیلی ممنون خانم. خواهش میکنم. روزتون بخیر. موجود طوفان جاو بدان با دایان یاران.
شاهانی حال غم